دکمه بعدی دکمه مانیتور و پریفرنسز هست. در قسمت مانیتور در حقیقت این صفحه‌ای هست که مربوط میشه به این قسمت مانیتورینگ ما، که یک ما میتونیم تعریف بکنیم اینجا که در حقیقت سورس های سولو هامون پری باشه یا پست باشه، یا اینکه مستر استریو یا مونومون رو توی هدفونمون داشته باشیم، و اینکه حتی به لحاظ گرافیکی میتونه نمایش بده که در حقیقت کدوم فیدر مانیتور من اینجا در حقیقت داره کار میکنه، که میتونه سویچ بشه روی مانیتور B یا مانیتور A. وقتی یک بار دیگه این دکمه رو بزنم، وارد صفحه پریفرنسز و قسمت بعدی میشیم. وقتی وارد صفحه پریفرنسز میشیم، داخل این صفحه صفحات مختلفی داریم، از جمله صفحه مربوط به کانفیگوریشن کلی سیستم، صفحه مربوط به شو و کانفیگوریشنی که در رابطه با شومون انتخاب میکنیم. توی این صفحه ما میتونیم انتخاب بکنیم که تعداد افکت ها و ایکولایزر هایی که توی اون رکمون میخواییم ببندیم حداقل و حد اکثرش چند تا باشه. یعنی اینجا من میتونم انتخاب بکنم که تعداد افکت هام 6 تا باشه و تعداد اکولایزرم 8 تا باشه. و اگه وقتی بیام توی صفحه مربوط به افکت و اکولایزرم، میبینین که تعداد افکت هام تا 6 تا ارتقا پیدا کرده، و تو پیج بعدی دیگه از اون رک شماره 2 گرافیکولایزرم دیگه خبری نیست. به عبارت دیگه، هر چقدر تعداد افکت های من کمتر بشه، تعداد گرافیک اکولایزر هام بیشتر میشه، و این در حقیقت برمیگرده به مقدار پردازش سی پی یو خود سیستم مرکزی پرووان. مثلا فرض بکنین که در یک نوع کانفیگوریشنی من نیاز دارم که از تعداد بیشتری گرافیک اکولایزر استفاده بکنم، اما نیازی به افکتی ندارم. فرض بکنین که این سیستم رو برای هاب مرکزی صوتی یک پروژه بزرگ در نظر گرفتیم و قرار هستش که این سیستم اونجا نصب بشه. در نتیجه خروجی های متعددی دارم، و برای تنظیم خروجی های هر بخش نیاز دارم که از اکولایزر های بیشتری استفاده بکنم. در نتیجه در اون حالت بهتره که از گزینه یک افکت و 28 تا گرافیک اکولایزر استفاده بکنم، و وقتی رجوع بکنم به قسمت رک افکتم، همونطور که میبینین دیگه بیشتر از یه دونه افکت من نمیتونم توی رکم داشته باشم، و وقتی وارد گزینه اکولایزرم میشم، میبینید که تعداد رک های اکولایزر من به 4 عدد رسیده، که میتونم تا 28 تا گرافیک اکولایزر داشته باشم.